سلام و عرض ادب. بسیاری از افراد دل مشغول و دلنگران میهن عزیز هستند. به نظر شما از نظر اقتصادی چه باید بکنیم که کشور عزیزمون پیشرفت کنه؟ من به عنوان یک اقتصاددان چند نمونه رو خدمت شما عرض میکنم و سعی میکنم در برنامه‌های آتی موارد متعدد و بیشتری رو خدمت شما عرض کنم. اول باید بر این نکته تاکید کنم که کشور ما قابلیت‌های بیشماری داره، به خصوص از نظر جمعیتی، به خصوص از نظر مواهب طبیعی یا ثروت طبیعی، به خصوص از نظر موقعیت ژئوپلیتیک و موقعیت سوق‌الجیشی، به خصوص از نظر پیشینه تاریخی، به خصوص از نظر غنای فرهنگی، از نظر غنای زبانی، ما شاید یکی از معدود کشورهای جهان هستیم که 3 زبان با 3 ریشه کاملا متفاوت، یعنی زبانهایی با ریشه سامی مثل زبان عربی، زبانهایی با ریشه ترکی و ریشه شرقی مثل زبانهای ترکی آذری و ترکمنی، و زبانهایی با ریشه هندواروپایی مثل زبان فارسی، زبان کردی و زبان بلوچی، در کشور ما همه این زبانها در واقع تکلم میشه، استفاده میشه و این اتفاقا میتواند موجب همدلی ما بشه اگر ما از تهدید فرصت بسازیم، نه این که از فرصت تهدید بسازیم. در این مجال من یک مورد رو خدمت شما عرض میکنم و اون این هست که اگر میخوایم اولویت بدیم به مسائل متعدد اقتصادی که باید حل کنیم، به باور بنده و به باور بسیاری از اقتصاددانان، ما باید تورم رو در اولویت بالا قرار بدیم، در اولویت اول قرار بدیم. متاسفانه نغمه های شومی در کشور ما گسترش پیدا کرده که مثلا برای رشد اقتصادی میتوانیم تا حدی تورم رو تحمل کنیم، یا اینکه این مطلب مطرح میشه که بالاخره باید خلق پولی صورت بگیره، چه از طرف نظام بانکی و چه از طرف بانک مرکزی، و در اختیار مثلا تولید قرار بگیره، در حالی که خب این خلق پول اگر بیش از حد باشه ممکنه در یک مرحله در اختیار تولید قرار بگیره، در مرحله بعد در کل جامعه به جریان در میاد و آثار تورمی شدیدی خواهد داشت. نکته مهم این هست که متاسفانه ما از کریدور 40 یا 50 ساله تورم متاسفانه کشور ما و اقتصاد ما خارج شده، همینطور رشد نقدینگی از کریدور 30-40 ساله خودش خارج شده، همینطور رشد پای پولی از کریدور 30-40 ساله خودش خارج شده. این متاسفانه نوید خوبی رو به ما نمیده، متاسفانه آینده شومی ممکنه در انتظار ما باشه. البته هر وقت که چنین مسائلی اتفاق افتاده دیدیم که در نهایت توانستیم با تدبیر این نکات رو حل کنیم. در برنامه آینده در مورد تورم خدمت شما توضیحاتی رو خواهم داد که اگر بنا باشه ما با شرایط ویژه اقتصاد خودمون یک مدلی داشته باشیم که از تجربیات جهانی بهره بگیریم، از دانش بشری بهره بگیریم و همینطور شرایط فعلی اقتصاد ایران و مسائلی مانند تحریم و خود تحریمی رو هم اگر در نظر بگیریم، چه راهکاری رو برای تورم میتوانیم ارائه بدهیم. از بذل توجه شما سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار شما.